باز هم سلام مجدد تقدیم شما هیزان که تا روز ما را همراهی کردین و بیننده برنامه نسیم صبح هستین و مکنون در بخش بعدی برنامه قرار داریم، بخش معرف که برمیگرده باز هم به مناسبت از روز جهانی و بین المللی سواد که روز هست که باید هر فرد مسئولیت خود در قبال از جامعه خود در قبال افراد از جامعه خود داشته باشیم، به اینکه بتونه کسایی که بی سواد هست با سواد باز مانده اونا در پای سواد باشه، با یک کلمه دو کلمه بتونیم اونا رو تشویق بکنیم که برن در پای سواد. و امروز میمان ما همچنان هستن حاضر جان و نازنین جان در استودیو با ما هستن. سلام صبح بخیر و خوش آمدید. خوش باشین. سلام صبح بخیر دارم خدمت کسایی که بیننده برنامه شما هستن. اسم حاضر فرزند فضل الحق متعلم صف 9 مکتب بیمریم. سیبا خوش آمدید و همچنان نازنین جان خوش آمدید میگم. سلام صبح بخیر، اسم نازنین هستم از فرزند آجا غلام صفی متعلم صف 7 الف در لیسه خصوصی بیمریم. خیلی خوش آمدید و در نخست از حاضر جان میپرسیم که صف 9 مکتب گفتین. خب میشه بگوین که در مکتب چند نمره هستین و چقدر درس و مکتب و تعلیم میتونه در زندگی یک انسان مفید واقع شد؟ سوال شما بسیار سوال مهم است. اول نمره به صنف هستم و اساس یک جامعه، پیشرفت جامعه برمیگرده به علم که یکی از عناصر مهمی یک پیشرفت یک جامعه علم است. یعنی هر کشور میتونه یک توسط علم خود پیشرفت کنه و راهی برای رسیدن به اهداف و توسط جوانان کشور توسط جوانان کشور و توسط اشخاصی که در این راه کوشش میکنه. خیلی خوب. خب هست نازنین جان میپرسیم که امروز روز سواد هست، میشه در مورد سواد خودت بگی که چقدر میتونه درس، تعلیم، سواد به زندگی انسان تاثیر مثبت داشته باشه و چقدر میتونه که انسان ناموفق به موفق تبدیل بکنه؟ سواد این یک چیز بسیار مهمه در زندگی و یا کسی که میخوانه البته یک آرزو دارن، بله یا میخوانن یا در خود میخوانن و یا در وطن خود میخوانه. اگه بخواه که در وطن خود خدمت کنه باید مکتب بره و درس بخونه. خب خیلی خب، میشه بگی که در مکتب خود چند نمره هستی و چقدر علاقه داری در تحصیل، در درس و بیشتر خودت کوشش میکنی که میشه باید درس بخونی و میخوای در آینده چی کسب شوی؟ من خودم اول نمره هستم و بسیار علاقه‌مند درس هستم، میخوام در آینده هم دکتر شوم. خیلی خوب. خب پس حاضر جان میپرسیم که میخوای در آینده چی کسی شوم و بیشتر برنامه هایش و پلان هایش و هدف هایش روی چی هست؟ من میخوام در آینده دکتر شوم و خادم کشور شوم و از این طریق بتونم به کشور ها و کشور رنجیده ها یک درس شوم و همه جوان ها میتونن از این راه به کشور خود خدمت کنن. و پلان های زیادی است که ما از این طریق میتونیم به اهداف برسیم و که کلید موفقیت دارم و تلاش و صبر و یا زحمت پشت کار بودن است و توکل به خدا کردن است و مساوی به موفقیت میشه که این پلان میتونه یک شخص یا هر شخصی که یک پلانی داشته باشه یا هدفی داشته باشه میتونه به موفقیت به آرزوی خود برسه. و راه‌های دیگه هم وجود داره که رسیدن به هدف و یک برنامه ریزی دقیق روی در درسای خیش و یا هم زحمتی یا توسط والدین با تشویق صورت میگیره. بله. خب میشه آزار جان بگی خودت که چقدر توانیش تانوز مفید واقع شوی به متعلمین یا اطفال که اونا بیشتر علاقه به درس ندارن و نمیخواین بیشتر با درس باشن و خودت توانسته باشی با یک کلمه دو کلمه اونا رو تشویق کرده باشی و بیشتر اونا رو علاقه برش داده باشی؟ بله، متاسفانه به وطن ما زیاد کسا هست بی سواد. چند درصد بی سواد؟ 20 درصد یا 40 درصد در گذشته بی سواد بوده و مردم باید کوشش کنند در این راستا هم دست شوند. ما بعض وقتا اگر اشخاصی مثل داخل بازار، جاده،
یا اونا پدر یا مادر یا والدین خود از دست دادن، یعنی پدر مادر ندارن و باید اینا میگن که خیلی شما سپاس مکتب از بروید. خودت حاضر جان، و در آخر هست از نازنین جان همچون یک پیامی داشته باشیم به کسایی که از متعلمین، یعنی از چی ماندن هست، درس تعلیم ماندن، و کسایی دختر خانم ها یا برادر ما که بیشتر علاقه به درس دارن، یک پیام باشن که بتونن اونا انگیزه بگیرن. و پیش از اینکه اونا پیامشان بگوین، از حاضر جان و نازنین جان تقدیرنامه‌ای که آوردن از لیسه خصوصی بیم مریم هستن که هیئت رهبریشان به از اینکه بیشتر کوشش کردن و درس خواندن سبب تحسین نامه قرار دادشان و همچنان استقبال کردن از اینکه بیشتر درس میخوانن. و همچنان هست نازنین جان هست که همچنان هست نازنین جان همچنان امی است که لیسه بیبی خصوصی مریم تحصیل نامه به خاطر از اینکه تانسته بیشتر بدرخش در عرصه تعلیم و تحصیلش، بیشتر تحصیل نامهش بیشتر است از آموزشگاه عالی تعلیم و اطفال پایان مومن که فکر میکنم خیلی از سالهای پیشتر هست، و همچنان آموزشگاه عالی تعلیم و اطفال پایان مومن هی همچنان هست. یعنی تقدیر نامای بیشتر داره، کلش برمیگرده به اینکه همیشه انسان در پای تعلیم و تحصیل باشه و همیشه در سراغ تعلیم و تربیت باشه تا باشد بتونه مفید واقع شود بر جامعه خود و به هموطنان خود. پس میشه پایان آخر هست نازنین جان با یک کلمه به بشنیم. اولتر از همه میخواهیم که وطن مسئول بیه و دیگه کسانی که درس نخواندن، فامیلیشان اجازه نداده، حالا برشان دیر نیستن، سواد و موزی هست، درس میتونن بخوانن. فقط پیام ای است که باید درس بخوانن تا در وطن خود ما خدمت کنیم. سپاسگزاری میکنیم هست حاضر جان و نازنین جان که امروز میهمان ما بودن و میهمان ما هستن، و تشکر از اینکه دو توفه همچنان بر برنامه نسیم صبح تقدیم کردن، دو گلاس خیلی زیبا با عکس‌های خودشان. ما همچنان نگه می‌داریم به این که واقعا جوانان هستن که اینا بیشتر کوشش میکنن که در پای تحصیل و تعلیم باشن. تا این دم که ما را همراهی کردین سپاسگزاری میکنیم از اینکه تا امروز بیننده برنامه ما بودین. شما را تا برنامه فردا و خداوند یکتا بینیاز میسپاریم. خداوند نگهدار همه شما.